سلام دوستان، شبتون بخیر. دو تا موضوع مهم رو میخوام امشب برای شما توضیح بدم. امیدوارم که فرصت بشه به هر دو تا بپردازیم. قبلش لازم هست که یک مقدمه رو براتون بگم، چند مثال تاریخی هم براتون بزنم، بعد بیایم برسیم به شرط اخیر و چند تا محتوا رو با هم مرور بکنیم و ببینیم که آیا چیزهایی که میگیم با هم همخوانی داره یا نه. زمانی که شما بخواید یک جامعه رو درگیر یک بحران بکنید و مردم یک کشور رو با یک چالش روبرو بکنید، اولین گامی که باید بردارید اینه: باید مجموعه تلاش هایی در دستور کار قرار بگیره تا تاب آوری اون جامعه به حداقل برسه. شما اگر تیم های تبلیغاتی رو دارید که اون تیم های تبلیغاتی میخوان کارهایی رو انجام بدن که تاب آوری جامعه رو بیاره پایین، این تیم ها باید این رو بدونن که اگر جامعه به این جنبندی برسه که اونها دشمن جامعه هستن، هیچ وقت تاب آوریشون پایین نمیاد، چون در نهایت با خودشون میگن اینها حرفای دشمنه دیگه. دشمن داره اینا رو میگه ما رو خسته کنه، دشمن داره ما رو ناامید میکنه، پس ما نباید توجه بکنیم. حالا زمانی که میخوایم تاب آوری یک جامعه رو به حداقل برسونیم تا شکنندگی جامعه رو بریم بالا، کیا در اولویت هستن، روی کیا باید تمرکز کنیم؟ اول باید تلاش کنیم تاب آوری چه کسانی بیاد پایین. طبیعتا اول باید تمرکز بکنیم برای پایین آوردن تاب آوری کسانی که اونها نیروهای خط مقدم اون جامعه برای مدیریت بحران به حساب میاد. یک مثال براتون بزنم، این تصویری که مشاهده میکنید یک برگه‌ای هست که در دوران دفاع مقدس ارتش حزب بعث اون رو بین نیروهای نظامی ایران پخش میکرد. حالا یا با هواپیما میومدن رو سر ایرانی ها میریختن، یا به شیوه های دیگه این رو به دست ایرانی ها میرسوندن. متنش رو میخوام براتون بخونم. نوشته: بسم الله الرحمن الرحیم. افسران ایرانی، سربازان ایرانی، پاسداران و نیروهای نظامی ایران، وقت آن فرا رسیده است که به این جنگ پایان داده شود و سالم به خانه هایتان برگردید. این حمله بزرگ و نیرومند را برای تسلط بر سرزمین شما یا ریختن خون شما انجام نمی‌دهیم، بلکه دست به این حمله می‌زنیم تا بیشترین تعداد از اسرا را به دست بیاوریم و این جنگ خاتمه یابد، زیرا همانطور که می‌دانید تعداد اسرای عراقی در ایران بیشتر است. ببین چی داره میگه. میگه که من اصلا برای کشتن شماها نمی‌جنگم. اگه اومدم تو روی شما وایسادم و در مقابل شما قرار گرفتم، تسلیم بشید بچه‌ها، قرار نیست بکشمتون. می‌خوام یه تعداد اسیر بگیرم تا این جنگو زودتر تمومش کنم. جنگو چجوری تمومش کنم؟ بیام بگم آقای خمینی بس کن دیگه، جنگو بذاریم کنار، ببین من چقدر بچه‌هاتو اسیر گرفتم، بیاید بشینیم با هم صلح کنیم. تایی حرفش اینه، میگه من میخوام شما برید پیش خانواده‌هاتون. خمینی نمیخواد این اتفاق بیفته. راهکار چیه؟ راهکار اینه که من بیام بجنگم، یه تعداد اسیر بگیرم، بعد جنگ تموم شه. غیر مستقیم داره میگه اگر در مقابل ما قرار گرفتید و زمانی که آتشو دیدید ایستادگی نکنید. بعد آخرش گفته خودتان را به نیروهای عراقی تسلیم کنید تا جان سالم به در ببرید و به خانواده هایتان سالم مراجعه کنید. همه ی حرفش اینه، میگه بابا من بخوام به تو حمله بکنم با تو جنگ ندارم. حالا تفنگ دستشه، موشک داره میزنه رو سرت، از زمین و هوا داره مورد هدف قرارت میده، ولی میگه من با تو جنگ ندارم، من اگه اومدم روبروت وایسادم تسلیم شو که جنگو تمومش کنی بره. این یه نمونه از پیش و پا افتاده ترین تراکت هایی هست که در دوران جنگ روی سر ما پخش میکردم. مدل های جذاب ترش هم هست که مثلا نشون میده اینها رفتن برگه های رو آوردن، روی این برگه ها مثلا با نام امیرالمومنین شروع کرده. میدونسته ایرانی ها امیرالمومنین دوست دارن، عکس امیرالمومنین رو هم گذاشته روی اون مثلا تراکت. هدف اینه که تاب آوری نیروی خط مقدم در حالی که ارسال کننده پیام رو دشمن نمیدونه بیاد پایین. وقتی تاب آوریش اومد پایین، شکنندگی میره بالا، مدیریت بحران ناموفق جلو میره و مدیریت بحران شکست میخوره. حالا بیایید به شرایط فعلی ببینیم الان چه اتفاقی در کشور ما داره رخ میده. یک موجی رو رسانه‌های معاند از همون روزهای اولی که این بحران در کشور ما رخ داد شروع کردن و اون موج تمرکز بر جامعه پزشکی و جامعه درمانی ما، یعنی در روزهای اولی که این بیماری کرونا در ایران اومد، اینها شروع کردن یک فضاسازی سنگینی رو روی این افراد تمرکز دادن. دو تا هدف هم داشتن از این قضیه. یکی از اهدافشون این بود که بیان به کل جامعه اینطور القا بکنن که ببین سیستم امدادی شما، سیستم بهداشتی شما، سیستم درمانی شما، سیستم پزشکی شما ناکارآمده، این فضا رو شما نمیتونید مدیریت بکنید، شما در این بیماری به بحران خواهید خورد. این فضایی بود که تلاش کردن از این طریق در جامعه وجود بیارن تا شکنندگی جامعه بره پایین. ولی یک تمرکزی هم داشتن بر خود جامعه درمانی برای اینکه اونها رو بتونن منفعل بکنن در مدیریت این بحران. چند تا نمونه از محتواهایی که اینا در این خصوص تولید کردن رو براتون کار میکنم. نوشته که درخواست کمک یکی از پرسنل بیمارستان رازی رشت به دادمان برسید، این یک قتل عامه، بچه‌ها رو با دست
دست خودشون به کشتن میدن، ماسک و بسته به نماینده ها میدن، اما ما اینجا دستمال کاغذی هم نداریم، چه برسه به ماسک. بهترین سوپروایزر بیمارستان مبتلا شده. اصلا نمیخوام پیام رو تحلیل کنم، نمیخوام اگر ممکنه شما هم به تحلیل پیام فکر بکنید. میخوام یه سوال بپرسم، در چین الان مثلا میان مدیریت بکنن بحران رو، به هر دلیل محدودیت هایی هم طبیعتا در مدیریت بحران ممکنه داشته باشن، اگر یک گروهی مدام بیان روی افکار عمومی خدمتگزارها به جامعه در اون بحران، یعنی اون جامعه پزشکی و جامعه درمانی، مدام بیان روی اعصاب اینها اسکی برن، مدام بیان روی اعصاب اینها و تمرکز رو از اینها بگیرن، آیا اونها میتونن خدمتگزاری انجام بدن یا نه؟ محتوای یکی دیگه از کانال ها هست، شما فرض کنید یک نیروی کادر مثلا بهداشت و درمان هستید، یک پزشک هستید، یک پرستار هستید، این محتوا رو میبینید. من سوالم از شما اینه، شما با خوندن این محتوا بیشتر استرس میگیرید یا انگیزه میگیرید؟ نوشته ساعت ها کار کردن با این لباس ها خیلی سخته، آدم توش خیس عرق میشه، جای عینک و ماسک روی صورت رد عمیق میندازه، نمیشه باهاش غذا خورد، دستشویی هم نمیشه رفت، همیشه هم استرس ابتلا به بیماری کرونا باهاشونه. دیده جامعه رفته روی موج تشکر از جامعه پزشکی، این هم اومده به بهانه تولید محتوا برای این قضیه داره پمپاژ استرس رو باز دوباره با هوشمندی تمام در قالب تشکر انجام میده. چون الان اگر بیاد روی این موج مانور بده، من شما میم مورد انتقاد قرارش میدیم دیگه، میگه چیکار داری میکنی، داری جامعه پزشکی رو چرا بهشون حمله میکنی. میاد به این بهانه در قالب حمایت از جامعه پزشکی و در قالب سوار شدن روی موج شما این استرس رو دوباره القا میکنه. بالاخره اینا لباس بپوشن یا نپوشن، اگر بپوشن این سختیه و خیس عرق شدن رو میخوای بیای تیتر بکنی، اگر لباس نپوشن میخوای بیای این رو تیتر بکنی که جامعه پزشکی لباس نداره، این جامعه پزشکی اوضاعش وحشتناکه، این جامعه پزشکی اوضاعش بحرانیه. کل حرفی که من دارم میزنم اینه، در دوره جنگ تلاش میکردن یک عده در لباس دوست بیان اون نیروی نظامی که وسط میدون ایستاده رو پاب آوریش رو حداقل برسونن، عین همین اتفاق رو الان دارن تلاش میکنن یک عده برای جامعه ایران و برای جامعه پزشکی ما رقم بزنن. از داعشی ها وحشی تر و از داعش خطرناک تر در طول تاریخ داشتیم، شاید کمتر گروهی رو بتونیم مثال بزنیم مشابه اونها، ولی یک همچین گروه جنایتکاری اومد، مدافعان حرم وارد میدان شدن و ما با حمایت های خودمون از اونها، با انگیزه دادن خودمون به اونها، با تمام قد ایستادن در کنار اونها کمکشون کردیم تا اونها از ما حفاظت بکنن در برابر تکفیری ها و وحشی هایی که اومده بودن وارد منطقه ما شده بود. یک کشور در حال جنگ رو در نظر بگیری، طرف مقابل اگر اقدامی رو انجام میده تلاش میکنه اون رو برجسته بکنه، اگر حمله ای در میدان جنگ علیهش صورت میگیره، یعنی از سوی این کشور صورت میگیره، سعی میکنه اون رو ضعیف نشون بده و تلاش میکنه با دستگاه پروپاگاندای خودش همه چیز رو مثبت نشون بده. دقیقاً الان فضا به همون شکل است. یک تیتر میخونم براتون از علی جوانمردی نوشته که اورژانس بیمارستان کامکار محل رویارویی با صدها بیمار کرونا، با گذشت هفته‌ها از همه‌گیری کرونا همچنان امکانات لازم در بیمارستان وجود ندارد. دقیقاً همون سناریویی که براتون از سیستم پروپاگاندای صدام مثال زدم، از سیستم پروپاگاندای آمریکا و هیتلر و بقیه میتونم مثال بزنم، الان دارن در این بحران ها علیه کشور شما و علیه افکار عمومی و درک شما به کارگیری و استفاده میکنن. یک مثال براتون میزنم که ببینید به هر قیمتی که شده میخوان تاب آوری شما رو پایین بیارن. این محتوا رو از کانال علی جوانمردی براتون میخونم، نوشته توصیه هوشیاری، تعدادی از آخوندهای قم را که موفق به فرار نشده بودند فراری دادند، تحت عنوان بردن بر سر قبر قاسم سلیمانی در کرمان. در چنین شرایطی زیارت قبر سلیمانی به چه مناسبتی است؟ کرمانی ها مراقب باشن و اعتراض کنند. عکسی رو براش گذاشته از یک سری طلبه که دارن سواره یک خودرو میشن. وقتی عکس رو سرچ میکنید میبینید که خبرگزاری مهر در 10 شهریور ماه 98 از این عکس استفاده کرده، یعنی این عکس مال 5 6 ماه پیشه. تیترش هم اینه، اعزام 1400 مولق به نقاط مختلف کرمانشاه طی ماهای محرم. عکس آرشیوی، عکس مال قدیمه. هر خبرگزاری هم میخواد در تو اعزام مولق کار بکنه این عکس رو استفاده میکنه. علی جوانمردی اومده این عکس رو استفاده کرده، 133,000 بار هم بازدید خورده. من با کسایی که این محتوا رو دیدم و با کسانی که دنبال کننده این کانال هستن کار ندارم. یک نکته میخواستم بگم که امیدوارم به گوش علی جوانمردی برسه، شما داماد یکی از سران گروه های تجزیه طلب کرد در اقلیم کردستان عراق هستی. همین قاسم سلیمانی که الان داری جفسازی میکنی و الان داری سیاه نمایی میکنی پیرامونش و کانالت به یک کانالی علیه اون در یک بازه زمانی تبدیل شده بود، اگر وجود نداشت و همین بچه های قاسم سلیمانی اگر نبودن و اگر همین قاسم سلیمانی به موقع وارد میدون نمیشد، طبق اعتراف سران اقلیم کردستان عراق قطعا تکفیری ها و داعشی ها الان کردستان عراق رو گرفته بودن یا
بخشی از اون رو با فجایعی روبرو کرده بودن قابل پیشبینی نبود که چه بلایی میخواست در اون بازه زمانی سر فک و فامیل های همسر شما بیاد. امثال این آدم غیرت ندارن. این تصویری که مشاهده میکنید علی جوانمردی هست، پشتش یک پرچم رو میبینید، اون پرچم پرچم تکفیری های سوری هست، همون تصویری که قبلا میدیدید. یک نظامی سوری رو کشتن، شکمش رو پاره کردن، قلب این آدم رو از قفسه سینه‌اش بیرون کشیدن و به دندون کشیدن. اون تصویر تصویر یکی از نظامی های بود که زیر این پرچمی که پشت سر علی جوانمردی میبینید اسلحه به دست گرفته بودن و میجنگید. من صحبت امشب رو همینجا به پایان میرسونم. فضای مجازی کشور خودتون رو برای وطن فروش ها ناامن بکنید، بفهمید اون چیزی که داره رخ میده و وقتی اون رو فهم کردید به بقیه بفهمید.